سرخط خبرها. حملات طیاره‌های بدون سرنشین در مرز با تاجیکستان و بدخشان طالبان را غافلگیر و شوکه کرد. و چند موضوعات مهم دیگر در مورد افشاگری‌های تازه امرالله صالح و هکرهای پاکستانی. طالبان برای جنگجویانش با همکاری با داعش جزای سنگین تعیین کرد. واکنش تند دبیر سازمان ملل متحد در مورد ازدواج دختران زیر سن در افغانستان. سلام و کانال ما خوش آمدید. طالبان با مردم، اگر به داعش پناه بدهید مجازات می شوید. گروه طالبان هشدار داده هر کسی که با داعش همکاری و یا جای دهد مجازات خواهند شد. با گزارش سپوتنیک، قاری فصیح الدین فطرت لوی دریسیز طالبان در اعلامیه خطاب به مردم گفته است تا به اشخاص بدون ضمانت خانه به کرایه ندهند. فطرت گفته است اگر کسی خانه خود را به اشخاص ناآشنا و بدون ضمانت به کرایه داد و آنها بعد داعش ثابت شدند، صاحب خانه و رهنما هر دو سخت مجازات خواهد شد. این در حالی است که در دو روز گذشته در پایتخت بیش از 4 انفجار صورت گرفته است که گروه تروریستی داعش مسئولیت این حادثات را بر عهده گرفته است. روز گذشته معاون سخنگوی طالبان در توییت نوشت که در نتیجه عملیات نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در منطقه سرای شمالی کابل از بین برده شد. و همچنان گفته است که در این عملیات یک داعشی کشته شده و چندین تن دیگرشان نیز زخم برداشتند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که مجبور کردن دختران به ازدواج در افغانستان حماقت است. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به گزارش این سازمان درباره افزایش کودک همسری در افغانستان نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده است. امینه محمد، معاون دبیر سازمان ملل متحد، با نشر توییتی در واکنش به افزایش کودک همسری در پی تحولات اخیر در افغانستان گفته است که نگران وضعیت کودکان دختر در این ولایت است. او در توییت نوشته است که مجبور کردن آنان به ازدواج حماقت است. امینه محمدی افزوده است که دختران در افغانستان باید از دوران کودکی خود در کنار خانواده، همصنفیان و جامعه لذت ببرند. پیش از این سازمان ملل متحد با نشر گزارش از افزایش کودک همسری و به شوهر دادن دختران زیر سن هشدار داده بود. سازمان ملل متحد در این گزارش گفته بود که در یک مورد حتی کودک 6 ماهه دختر برای ازدواج در آینده به خانواده پیشنهاد شده است. و حالا می‌پردازیم به موضوعات بی نهایت مهم. چوب خداوند سلا ندارد. بعد از گردش هواپیماهای بی سرنشین در ولایت بدخشان، قطعه ضربتی گروه طالبان امروز ولسوالی‌های هممرز با تاجیکستان را ترک کردند. هنوز معلوم نیست این طیاره‌ها مربوط کدام کشور بوده و چرا طالبان با عجله این مناطق را ترک نمودند. بنابر گزارش‌های تایید نشده، گفته می‌شود که روسیه و تاجیکستان فعالیت‌هایشان را در مرز با افغانستان تشدید کرده و ممکن این حملات از سوی آنها صورت گرفته باشد. این در حالی است که با خروج آمریکایی‌ها، مسکو با مسائل دشواری در مورد افغانستان مواجه است. تحولات افغانستان مسکو را وادار ساخته که در سرحدات جنوبی خود اقدام‌های امنیتی را بیشتر سازد. این در حالی است که همچنان علی میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت تازه گفته است طالبان تروریست سالها وحشت خود را با این ادعا که دولت افغانستان وابسته به غربی ها بوده است توجیه می کردند. اما امروز رهبری فاسد این گروه از آمریکا التماس مشروعیت و کمک می نماید تا فعالیت های هراس افغانی و وحشت خود را بالای مردم را ادامه بدهند. این در حال است که صالح همچنان گفته است نه پیروزی طالبان سر داشت و نه رژیمشان سر دارد. طالبان گروه نیابتی و دستنشانده پاکستان بودند و هستند. امرالله صالح، معاون نخست اشرف غنی، رئیس جمهور فراری کشور، در صفحه تویترش نوشته است که نه پیروزی طالبان سر داشت و نه رژیمشان سر دارد و طالبان قبل از آن که بتوانند برای دستاورد خود حتی یک مجلس با حضور و اصطلاح بزرگان خود دایر کنند، دست به دامان دشمن بردند و شناسایی و ترحم را با نامه و 4 زبان گدایی کردند.
آقای صالح افزوده است که اگر پیروزی طالبان از برکت دعا و تقوا بود، چرا دعای اقتصادی آنان به جای نمی رسد؟ با گفته آقای صالح، طالبان گروه نیابتی و دست نشانده پاکستان بودند و هستند. او خاطر نشان کرده است که افغانستان پرمنفیت ترین میدان جنگ برای پاکستانی ها است الا سقوط کابل. معاون پیشین ریاست جمهوری با اشاره بر اینکه داعش شاخه خراسان گاو شیری بعدی راولپندی است، گفته است که پاکستان باید وسیله در دست داشته باشد تا از دنیای ترسو و هراسان از تروریسم باج بگیرد و وسیله ارزانتر از داعش خراسان چیزی نیست. همچنان این در حال است که هکرهای پاکستانی از فیسبوک برای هدف قرار دادن افراد در افغانستان که با دولت قبلی در ارتباط بودند در زمان تسلط طالبان بر کشور استفاده کرده اند. با گزارش افغان نیوز، مایک دولیانسکی رئیس تحقیقات جاسوسی سایبری فیسبوک بر ریترز گفته است که این هکرها از پیوندها استفاده کردند که در صنعت امنیتی به عنوان سایت کپی شناخته می شوند و می توانند دستگاه های افراد را کنترل کنند. مایک دولیانسکی افزوده است که همیشه برای ما حد زدن در مورد هدف نهایی تعامل تهدید دشوار است. ما دقیقا نمی دانیم که چی کسی در معرض خطر قرار گرفت یا نتیجه نهایی آن چی بود. و افزوده که این اهداف شامل افراد مرتبط با دولت، ارتش و مجری قانون در کابل است. همچنان فیسبوک سایت کپی را در ماه اگست از پلتفرم خود حذف کرده است. با گفته مسئولان فیسبوک، هکرها در این حملات برای ایجاد اعتماد و فریبدهی اهداف مورد نظر با شخصیت جعلی از زنان جوان استفاده کرده و آنها را وادار با کلیک کردن روی لینک ویروسدار یا دانلود برنامه های چت مخرب شخصیت ها را ساختگی کرده است. دولیانسکی گفته است که این کار وبسایت های قانونی را به خطر انداخته تا اهداف مورد نظر را به دام بیاندازند. با این حال، پلتفرم بزرگ آنلاین و ارائه دهندگان ایمیل از جمله فیسبوک، توییتر گفتند که اقداماتی را برای قفل کردن حساب های کاربران افغان در طول فعالیت های سره طالبان انجام دادند. ولیکن شرکت مایکروسافت، گوگل و الفابت فیسبوک اعلام کرد که قبلا این کمپین هک را که بین اپریل و اگست افزایش یافته است با دلیل نگرانی های ایمنی در مورد کارمندان خود در این کشور و نیاز به کار بیشتر برای بررسی این شبکه فاش نکرده است.